چندین روز از رفتن دا و بچه ها میگذشت و من هیچ خبری از اونها نداشتم. نمیدونستم کجان و چی کار میکنم. خیلی نگران دا بودم. همش میترسیدم ماجرای شهادت علی رو فهمیده باشه. فکرم این بود که برم و به محض اینکه اونا رو دیدم پیششون نمونم و برگردم. فقط انقدر که خیالم از بابت سلامتشون راحت میشه. گاهی از اینکه موضوع شهادت علی رو از دا پنهان کرده بودم احساس گناه میکردم. با خودم کلنجار میرفتم و میگفتم تو چطور تونستی این فرصت رو از این زن داغدار بگیری؟ حالا تا قیام قیامت در حسرت دیدن علی میسوزه. عشق میریختم و خودم رو سرزنش میکردم. آروم که میشدم خودم رو دلداری میدادم، میگفتم کارت اشتباه نبود، دا نمیتونست داغ علی رو ببینه و طاقت بیاره. یک روز که توی مسجد بودم خانواده رعنا نجار رو دیدم. روزای اول که رعنا توی مسجد بود با خانوادش آشنا شدم. سلام علیک کردیم و من سراغ رعنا رو گرفتم. گفتن سربندره، اونجا خونه گرفتیم تا این آتیش بخوابه. الانم اومدیم خرمشهر، خونمون رو سرکشی کردیم و داریم دوباره برمیگردیم سربندر. پرسیدم ماشینتون جا داره منم با شما بیام؟ با روی باز گفتن آره جا داریم، بیا بریم. من و دوتا از خواهرای رعنا عقب ماشین نشستیم و راه افتادیم. هنوز بودند مردمی که پیاده و سوار توی جاده میرفتند، ولی نسبت به روزی که شهدا رو به ماهشهر می بردیم جاده خلوت‌تر شده بود. هوا گرم بود و از سطح جاده تف بلند می شد. هرچی به ماهشهر نزدیکتر می شدیم منطقه بیشتر خشک و لم‌یزرق می شد. نزدیکی های ماهشهر جاده سربندر جدا شد و ساعت 10:30 به سربندر رسید. سر یه خیابون از ماشین پیاده شدم. خواهرای رعنا هرچی اصرار کردن خونشون برم قبول نکردم. تشکر کردم و ازشون جدا شدم. توی خیابون راه افتادم. کل شهر یه بازارچه بود با چند سری خونه. چند دور که زدم شهر تمام شد. از چند نفر پرسیدم اینجا جنگ زده ها کجا هستن؟ گفتن توی سربندر جای مشخصی ندارن، همه جا پراکنده، بیشتر توی ماهشهر. از پیدا کردن دا و بچه ها در سربندر ناامید شدم. با خودم گفتم شاید به ماهشهر رفتن. پرسون پرسون خودم رو به سر جاده رسوندم که مینیبوس ها از اونجا به طرف ماهشهر می رفتن. دست کن دادم. مینیبوسی ایستاد و سوار شدم. امیدوار بودم خونه آقای بهرامزاده که قوم و خویشمون بودن و اونجا پیدا کنم. اون در پتروشیمی ماهشهر کار میکرد. توی ماهشهرم کل خیابونا رو بالا پایین کردم. از آدمای مختلف سراغ آقای حمید بهرامزاده رو گرفتم. اما هیچ کس اونو نمیشناخت. توی ماهشهرم نتیجه نگرفتم. خسته و بیحال راه می‌رفتم. زمین شورزار اونجا نور آفتاب و منعکس می‌کرد و چشمم رو می‌زد. پوستم از آفتاب شدید می‌سوخت. از گرسنگی داشتم تلف می‌شدم و هیچ پولی نداشتم. با این فشار گرما، گرسنگی و غریبی احساس یأس و بی‌پناهی هم به سراغم اومد. سر جاده‌ای که به سربندر می‌رفت برگشتم. مینیبوسی جلوی پام بایستاد و در باز شد. مونده بودم به راننده چی بگم. با جیب خالی سوار می‌شم یا نه. همون لحظه دیدم مسافری که در حال پیاده شدن به راننده پول داد. اما راننده گفت کرایه صلوات بود. خوشحال شدم. با خیال راحت بالا رفتم و روی صندلی نشستم. از سربندرم سوار وانت شرکت نفت شدم. ماشین را افتاد. پشت به کابین نشستم.
کف والد داغ بود. باد گرم به صورتم میخورد و تمام تنم میسوخت. کمی جلوتر یه عده دیگه سوار شدم و تا آبادان رفتم. از اونجام با والد دیگه خودم رو به خرمشهر رسید. پام که به خرمشهر رسید هوای دیدن زینب خانم به سرم زد. زینب مثل یک مادر واقعی برام بود. وقتی رفتم جنت آباد مثل همیشه قصالا پرسیدن خبر چی داری؟ عراقی‌ها تو کجا اومدن؟ ما نمیدونیم چیکار کنیم، بریم یا بمونیم؟ بندگان خدا خسته شده بودند و دلشون میخواست تکلیفشون روشن بشه، ولی از نظر اداری هنوز بهشون حکمی ابلاغ نشده بود. تا شهید بود باید میموندند. گاهی فکر میکردم قصالا و آتش نشونا تنها نیروهای اداری هستند که توی این شرایط با قبول تمام خطرات موندن و کار میکنن. سراغ زینب خانوم رو گرفتم، گفتن نیست. گفت میره تو سطح شهر دنبال شهید و مجروح بگرده. چند روزی بود زینبم دیگه جنت آباد نمیموند. سختش بود توی جنت آباد که دیگه خیلی کمتر جنازه به اونجا میبردند بمونه. اونم در سطح شهر به دنبال شهید و مجروح میگشت. گهگداری بعد از اینکه جایی رو میکوبیدند و من و بچه ها خودمون رو به اونجا میرسوندیم، میدیدم زینبم اومده. اولین باری که اونو در سطح شهر دیدم خیابون نقدی رو زده بودم. به اونجا رفتیم. توپ 230 خونه های رو صد در صد تخریب کرده بود. خوشبختانه خونه خالی بود و تلفات نداشتیم. من و یکی دوتا از دخترای مطب شیربانی اونجا بودیم که دیدیم زینب سوار بر یک والد سر رسید. همدیگری که دیدیم بغل کردیم و بوسیدیم. گفتم ها ماما اینجا اومدی؟ گفت اومدم ببینم چه کاری از دستم برمیاد. بعد ادامه داد چند ساعت که نمیبینم دلم برات تنگ میشه. اگه جنگ تموم بشه و از شما جدا بشم، یا اگه هم ادامه پیدا کنه و هر کدوممون به یه طرف بریم، چه تو هم دیگه رو بریم؟ من خیلی به تو لیلا آموز گرفتم. شما ها مثل دخترم مریم شدی. خندیدم و گفتم خدا بزرگه. خجالت کشیدم منم حرف دلم رو بزنم. منم زینب و تو رو دیگه دوست داشتم. خیلی از وقتا به عشق دیدن اون به جنت آباد میرم. بعد از ظهر یکی از روزا 7-8 نفری از مطب را افتادیم و به طرف خطوط درگیری رفتیم. دکتر سعادت هم با ما اومد. پای پیاده تا انتهای محله مولوی پیش اومدیم. توی کوچه پس کوچه ها نیروهای مدافع پراکنده بودند. کمی جلوتر نزدیکی های سنتاب درگیری شدیدتر بود. نیروها از یک قسمت تیراندازی می کردند و بعد می دویدن از جای دیگه شلیک می کردند. چند تایی از اونا تا چشمشون به ما خورد، گفتن یه مجروح پشت دیوار اون خونه است، خیلی وقت اونجا گذاشته میشه، هی میریم بهش سر میزنیم ببینیم زنده است یا نه. با دکتر سعادت به جایی که نشون دادن رفتیم. فکر میکردم مجروح یه جراحت معمولی داره که به همین راحتی اونجا رها شده. وقتی بالای سرش رسیدیم جوونی رو دیدم که به دیوار تکیهش داده بودن. حسابی ترکش خورده بود. اساسی ترین زخمش ترکش بزرگی بود که رونش رو بد جوری از هم دریده بود. جوان که بیشتر از 20 سال نداشت از شدت خونریزی دیگه توانی براش نمونده بود و به پهلو افتاده بود. به نظر می رسید این پا دیگه براش پا نمیشه و قطعش می کنه. دکتر سعادت بلافاصله مشغول شد. رگ گرفت و سرم رو وصل کرد. چند تا آمپولم توی سرمش ریخت. کار دیگه ای از دست ما بر نمی اومد. دوستاش لباساشو پاره کرده بودن و زخماشو بسته بودن. با اصرار دکتر سعادت یک دو نفر دست از تیراندازی کشیدند و دنبال ماشین رفتن.
زیر اون همه آتیش کلی طول کشید وانت به نزدیکی مجروح برسه. تا اومدن ماشین من از مجروح که هنوز به هوش بود ولی حتی نمیتونست چشماشو باز کنه پرسیدم اسم چی؟ بسیجی هستی؟ سپاهی هستی؟ اصلا جواب نداد. گاهی به زحمت چشماشو باز میکرد و دوباره بی اختیار پلکاش رو هم میافتاد. زیر لب چیزایی میگفت که من جز یک صدای ضعیف و نامفهوم چیز دیگه‌ای نمی‌شنیدم. وانت که اومد من سرامو برداشتم. دکتر سعادت و بقیه مجروحو بلند کردند و کف وانت گذاشتند. یه دفعه جوان انگار تشنج کرده باشه. دست و پا و تنش شروع کرد به لرزیدن. انگار یک ماهی بیرون آب بالا و پایین بپره. دکتر سعادت هول میگفت زود باشید به جمعه اینو برسونید بیمارستان. احساس بدی بهم دست داد. جوون در حال انتظار بود، انگار جون از بدنش بیرون میرفت. دیگه نتونستم نگاش کنم. سرامو دست یکی از پسرها دادم پریدم وانت را افتاد. مام به خاطر گلوله های جسه و خامپاره شست و آرپیجی هایی که مرتب به اطرافمون میخورد مجبور شدیم روی زمین بخوابیم و بعد کم کم خودمون زیر دیواری کشیدیم و پناه گرفتیم. خیلی به هم ریخته بودم. میدونستم جوون به بیمارستان نمیرسه. همه اینا به خاطر شدت خونریزیش بود. چرا اون باید انقدر اینجا میمون؟ خودم گفتم وقتی ما اصرار داریم بیاییم خط برای همینه دیگه. بعد یاد داماد عموشم به افتادم. چند روز پیش که به بیمارستان شرکت نفت مجروح برده بودیم زن عموشم برو دیدم. خیلی تعجب کردم، پرسیدم اینجا چی کار میکنی؟ گفت دامادم مجروح شده. عشق فردا تو بیا نوشا نور پشت پنجره ها ترس دارم از شب از شب بی خاطره ها آخشی نور را پنجره را